هدف ما از این نمایشگاه ارائه تاریخ کشوری که در غرب ناشناخته مونده، شاید چون یکی از امپراتوری‌های بزرگ منطقه نبوده، و این در حالیه که تاجیکستان اتفاقاً در محل تلاقی همه این دنیاها قرار داشته. نمایشگاه محدوده تاریخی رو پوشش میده که از 4 هزاره پیش از میلاد مسیح آغاز میشه و تا نخستین هزاره بعد از اون، یعنی پایان سلسله سامانی، ادامه پیدا میکنه. عنوان نمایشگاه یعنی تاجیکستان در سرزمین رودهای زرین رو با الهام از جغرافیای ویژه این خطه انتخاب کردیم، چون این سرزمین در بین دو رودخانه تلاخیز محصور شده، آمودریا یا جیهون در جنوب که کناره اون تلاشویی انجام می‌گرفته و رود زرافشان در شمال که خود اسمش به معنای افشاننده طلا و ثروته. اولین حفاری‌های تاجیکستان بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد. محوطه سرزم در دهه 70 میلادی کشف شد و از سال 1981 میلادی تا به امروز حفاری‌های اون به طور پیوسته ادامه داره. سرزم درست بر روی مرز افغانستان و ازبکستان قرار گرفته. بسیار مهمه، چون اولین فرهنگ شهری در آسیای میانه اینجا شکل گرفته. ساکنانش کشاورزایی بودند در ارتباط مداوم با چوپانان چادر نشین کوهستان. در این محل خانه ها و کارگاه های اونا کشف شدند و همینطور بقایایی که نشون دهنده رابطه اهالی سرزم با مردمان سرزمین های دور دسته. در گوری سلطنتی اسکلت یک زن به همراه اجسامی از جنس صدف پیدا شده. این شاهزاده خانم علنگویی از صدف در دست داشته که احتمالاً از هند اومده بوده. ما همینطور شاهد اولین استفاده ها از فلز برنز هستیم، چون سرزم در حوزه آبریز زرافشان قرار داره که بسیار از نظر منابع فلزی غنیه. همین هم علت شکوفایی این منطقه رو به عنوان یکی از اولین فرهنگ های عصر برنز توضیح میده. عنوان گنجینه جیهون به محل کشف این آثار در کناره رود جیهون برمیگرده و احتمالاً متعلق به معبدی بوده که به مرور زمان با آب رودخونه شسته شده و از بین رفته. این گنجینه در اواخر قرن 19 میلادی کشف شد. اغلب اشیاش مال دوره هخامنشیان که نشان از صدور هنر هخامنشی به نقاط مختلف منطقه داره. برای مثال این مجسمه کوچک نقره‌ای پادشاه با تاج بلند کنگره‌دار که کاملا در زمره هنرهای هخامنشی تخت جمشید قرار میگیره. همینطور اینجا لوح کوچیکی با تصویر یک شتر رو داریم که یادآور نقش برجسته‌های کاخ آپاداناست که اقوام تحت انقیاد پادشاه رو نشان می‌دادند. این جلد شمشیر آکیناکه از اشیای شهر باستانی تخت سنگی باز از دوره هخامنشیه و شیری رو نشون میده که به یک گوزن خالدار که گوزن محلی تاجیکستانه حمله کرده. به همین دلیل میشه حد زد که این جلد شمشیر که از جنس آج هندیه در محل ساخته شده. این کوشانی ها بودند که راه جاده ابریشم رو باز کردند و تبادل تجاری در مسیر اون رو آغاز کردند. خیلی زود اهالی منطقه سغد جایگزین کوشانی ها شدند. سغدی ها بازرگانای چیره دست بودند. اغلب اونها رو به شکل کاروان سالاره با شتراشون تصویر میکنند. در بسیاری از نقاشی ها هم در هیئت بازرگانانی آسیایی تصویر شدند. رد اونها رو تا آسیای جنوب شرقی در ویتنام و تایلند هم میتونیم ببینیم. Dans cette exposition,
در این نمایشگاه ما از هخامنشیان و دین زرتشتی شروع میکنیم. همینطور با مهراب و دیگر بقایای معبد تخت سنگی شاهد باورهای یونانی هستیم. سپس با به قدرت رسیدن کوشانی ها دین زرتشتی به عنوان مذهب رسمی حکومت انتخاب میشه. اما همزمان ورود آیین بودایی رو هم داریم که دلیل اون حضور اقوام چادرنشین و گشایش جاده ابریشمه. جاده ابریشم جابجایی راهبان رو که اغلب از هند و مناطق بودایی میان ممکن میکرده. حفاری‌های شهر پنجکند از دهه 50 میلادی آغاز شدند. خیلی زود معلوم شد که شهری اون زیره که خوشبختانه زیر اونچه که بعداً ساخته شده بود مدفون نشده. پنجکند شهری بسیار ثروتمند بود که خونه‌هاش همه با نقاشی‌های دیواری پوشونده شده بود. تصاویری از نیایش ایزدان زرتشتی یا صحنه‌های ضیافت و یا صحنه‌های حماسی با تصویر رستم. شهر پنجکند که در قرن پنجم میلادی ساخته شده بود با حمله سپاه عباسی در سال 722 از بین رفت. شهر به حال خود رها شد، اما در حدود 740 میلادی مجدداً برای دودر شهر زنده شد و خونه‌های اون دوباره به نقاشی‌های دیواری تزئین شدند. دیوارنگاره‌هایی که اینجا می‌بینید متعلق به این دورانند. شهرستان شهری در شمال تاجیکستانه. قصری در اون باقی مونده که حدود قرن‌های 7 یا 8 میلادی ساخته شده. این قصر هم مثل خونه‌های پنجکند با دیوارنگاره‌ها تزئین شده بوده. تنها تفاوت اینه که ما با یک قصر سلطنتی طرفیم، در حالی که نقاشی‌های پنجکند دیوارهای خانه‌های بازرگانان معمولی رو پوشونده بودن. این قصر هم مثل شهر پنجکند با حمله اعراب سوزونده شد. تالارهای این قصر هم مثل پنجکند سقف و ستون‌های بلند از چوب داشتند. همه اینا به خاطر آتش سوزی حفظ شدند. چون آتش سوزی کاملا اونجا رو با خاکستر یکسان نکرد، ولی در عوض زغال شدن چوب موجب نگهداری و حفظ اون شد. ما اینجا مجسمه شگفت‌انگیز داریم که از کوه سرخ میاد. خدای چوبی که با یک جوشن ظریف و لباسی ابریشمی به تن پیدا شده. همراهش یک آتشدان بوده، یک تاج، یک طوق و یک گرز سلطنتی سسر و همینطور نگاره‌ای که امکان شناسایی او رو فراهم کرده. لوحی که خورشیدی در بالای هلال ماه رو نشون میده و مشخص میکنه که این مهر یا میتراست. معلومه میترا هم از خدایان محلی این منطقه بوده و مردم سغد او رو نیایش میکردن. یکی از باورهای اصلی آیین زرتشتی اینه که خاک رو نباید به جسد مردگان آلوده کرد. به همین علت بوده که پیش از دفن گوشت رو از بدنها جدا می کردن. از سودانها مکانهایی برای نگهداری استخوانهای باقی مونده بودن. از سودانهای پنجکند شبیه نمونه‌های مشابهی هن که در سمرقند و جاهای دیگه یافت شده. ما دو نمونه از آتشدان‌های سغدی هم اینجا در نمایشگاه داریم. یکی نمونه مینیاتوری به شکل یه برج کوچیک و دیگری یه نمونه کلاسیک تره با مکانی برای روشن کردن آتش و جمع کردن خاکستر. Exposition.
L'exposition se termine sur la conquête de la région. نمایشگاه با فتح منطقه توسط سپاه عباسی به پایان میرسه. با سکه کوچیکی که تقلید سکه خسرو پرویزه ولی نوشته‌ای به زبان عربی روی اون نقش بسته. لا اله الا الله محمدن رسول الله. گنجینه بسیار مهمی از این سکه ها در تاجیکستان پیدا شده که نشانگر درخشش و دوران طلایی سلسله سامانیه. سلسله‌ای که فقط چند صد سالی حکومت کرد ولی با شاعرانی مثل رودکی و فردوسی دورانی طلایی از ادبیات فارسی رو رقم زد. سامانی‌ها تنها فارسی زبانان اون جهان ترک زبان بودند. Les Samanides demeurent comme les seuls persanophones dans un monde turcophone.